سلام دوستان خب در جلسه قبل در خصوص فراوانی جدول فراوانی هیستوگرام و نمودار پارتو صحبت کرده بودیم خب توی این جلسه میخوایم با استفاده از در واقع مفهوم فراوانی یه جدول فراوانی تهیه کنیم و سعی کنیم ازش استفاده کنیم که دادام رو بهتر بشناسیم و ببینیم که چطور میتونی چطور این جدول و نمودار به ما میتونه کمک کنه قبل از اینکه من اگر خاطرتون باشه ما دادام رو به دو قسمت در اون دامنه و نقاط دور افتاده تقسیم بندی کردیم که گفتیم این دوتا رو بهتر جدا باسه هم تحلیل کنیم به خصوص اینکه پراکندگی دادا خیلی زیاد بودش از اونجایی که خود اکسل نمودار فراوانی رو به صورت خودکار میکشه ما اینجا جدول فراوانی رو واسه کلش تهیه میکنیم فقط و مقایسه میکنیم با نمودار فراوانی و نمودارش هم میکشیم یعنی به صورت دستی بعد نموداری که اکسل به صورت خودکار میکشن هم تهیه میکنیم تا ببینیم می چه فرقی داره یعنی کل داده های ما هستش ما میخوایم جدول فراوانیمون رو تهیه بکنیم و بگیم که بازه یا کلاس ارزش دلاری رو یعنی خود این دامنه ارزش دلاری رو به کلاس های مختلف تقسیم بندی کنیم و ببینیم چقدر فراوانی یا چقدر از این کالاها و توی رنج قیمت مشابهی قرار گرفتن خب اولین کاری که باید بکنیم جدول رو میخوایم درست کنیم دیتا که نه اول دیتا هایی که لازم داریم رو باید تهیه کنیم میدونستیم که اول تعداد مشاهدات هست لازم داریم بعد بیشترین مقدار و کمترین مقدار داده که قبلا به دست آورده بودیم دامنه است که برابر بود بیشترین منهای کمترین اه... تعداد بین یا همون بازه یا کلاس ببین بین بازه و کلاس برای هیستوگرام بین میگن و اندازه بازه یا همون بین خب اینا مواردی است که باید حساب کنیم من اول فرمتشون رو درست کنم خب تعداد مشاهدات که میشه کانته این ستون ارزش دلاری تعداد کل آیتم ها میشه میشه 5670 بیشترین مقداری که قبلا هم حساب کرده بودیم میشه ماکس این ستون و کمترین مقدارم که میشه مینیموم این ستون درسته حالا اندازه دامنه میشه بیشترین مقدار منهای کمترین مقدار تعداد بازه میشه رادیکال SQRT رادیکال تعداد مشاهدات بعد گفتیم بر روند کنیم روند به صورت بالا میتونیم بکنیم پایین بتونیم بکنیم یا یعنی اینکه مثلا روند عادی کنیم اینجا توی اکسل یه دونه فرمول داریم به نام راوند این راوند خودش به صورت خودکار اگر کمتر از نیم باشه این میکنه تش 75 اگر بیشتر از نیم باشه میکنه تش 76 راوندان اگر هفتاد و پنج ممیز نه باشه میکنتش هفتاد و پنج به سمت پایین رون میکنه روند آب اگر هفتاد و پنج و یک باشه میکنه هفتاد و 6. خب پس من کدوم میخوام استفاده کنم من روند به سمت بالا میکنم اینطور که حالا توی جای مختلف پیشنهاد کردن گفتن روند کنیم به سمت بالا چه عددی رو این تعداد دیجیتی که میخوام بعد روندم وجود داشته باشه این اکسل میتونه بگه مثلا 75 و دو دهم ده هم رو روند کنه که بکنتش سه دهم ده ولی من میخوام مثلا اعشار نداشته باشه پس صفر میذارم میکنه 76 حالا نها کنید توی اکسل من اینجا که روند گذاشتم سلول i 6 هم رو استفاده کردم که سلول i 6 SQRT خود آی 2 هستش یعنی در واقع من این تابه رو حساب کردم جوابشو گذاشتم توی این سلول و دوباره از این جواب اینجا استفاده کردم من میتونم مستقیم همین تابه رو درون این تابه هم بنویسم که همون عدد رو به من میده دیگه نیازی نباشه دو تا سلول واسش استفاده کنم بخاطر همین من از همین تابه اینجا استفاده میکنم خب اندازه بازه گفتیم چطور حساب میشه میشه دامنه من تقسیم بر تعداد بازم این میشه اندازه بازه خب اینا رو فرمتشون رو درست کنم حالا بریم جدولمون رو ایجاد بکنیم واسه اینکه جدولمون رو ایجاد کنیم من یه ستون ردیف لازم دارم یه دونه در واقع بین هامون لازم دارم یا کلاس هامون رو لازم دارم بعد فراوانی توی اون کلاس رو لازم دارم. فراوانی تجمعی رو لازم دارم. یا بهتر بگم اول فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی نسبی دارم. فراوانی تجمعی نسبی. چون یکم میتونه تجمعی داشته باشه. خب گفتیم 76 تا بازه لازم داریم پس 76 تا کلاس من دارم اینجا دیگه خب میدونیم که باسه اینکه که من 76 تا سطر رو درست بکنم باید بیام اینجا اینا رو بگیرم از اینجا بکشم بیام پایین که خودش به صورت خودکار سری من رو درست کنم یه روش دیگه ای هم هستش که میتونیم این کار رو انجام بدیم فیلی چون 76 تا من باید بیام پایین یه ذره سخته میام اینجا سریز رو میزنم از یک تا 76 خب اینجا میگه از یک تا 76 به صورت کالمی توی یک ستون واسه من پر کن و میاد پایین اگه کنترل پایین رو بزنیم ببینیم تا 76 واسه من پر کرده دیگه لازم نبود من بکشم خب اگر خاطرتون باشه ما واسه اینکه فراوانی و کلاس رو تعریف کنیم گفتیم از صفر باید شروع کنیم در واقع از مینیمم باید شروع کنیم از 15 چون صفر که نداره از 15 باید شروع کنیم خود 15 هم هست الا چند تا اولین اندازه بازم یعنی 18 592 مو... اه... و غیره 592 769 این جزش نیست پرانتز بازم کلاس بعدی میشه خود این بازه که قبلا بستم یعنی 18592 18592 769 الی دو برابر این یعنی این به اضافه بعدیش خب که دو برابرش رو باید حساب کنم اینجا مساوی این ضرب دو خب که میشه این مقدار بعد این هم اینجا بنویسم یعنی سی و هفت سد و هشتاد و پنج پونسد و ممیزش نمیخواد که این پرانتز بازه خب این کار سختیه فکر کنم من باید تا هفتاد و برم پایین این کار رو انجام بدم کار سختیه چون یه فرمولی داره این اکسل به نام فریکونسی که فریکونسی واسه ما حساب میکنه میگه آقا دادت رو به من بگو که میخوایی توش فراوانی حساب کنی و بینز اری رو بگو آرایه بینز ها که در واقع این یه فرمول آرایه حالا من باستون توضیح میدم واسه اینکه از این فرمول آرایهی ای استفاده کنیم لازم نیست بر این اساس اینا رو بچی... بچینیم کافیه که اینجا بگیم که این اولین مقدار من ببینید بازه بزرگی من کجا بسته شده این اینجا بسته شده دیگه این رو میگیرم اولین مقداری که قرار میدم یعنی از کمترین تا این مقدار بعدی میشه این مقدار یعنی از کلاس قبلی از این بازه که بسته شده تا این مقدار خب بعد همینطوری برم پایین حالا چجوری میتونم این کار رو انجام بدم میگم در واقع این برابر بوده با قبلیش به اضافه اندازه بازه من دیگه که این مقدار به دست اومده درسته ولی اینو باید برم پایین یعنی بکشم بیاد پایین فقط باید حواسمون باشه این مقدار آی هفت تغییر نمید بکنه وقتی که من میکشم پایین میشه آی هشت میاد پایین خالی میشه پس اینو باید دلار بذارم که ثابت بمونه هفت من خب پس هر دفعه که میاد پایین میشه قبلی که میشه M4 به اضافه اندازه بازه دوباره میاد پایین قبلی به اضافه اندازه بازه اینو باید برم تا 76 در واقع من اینو دابل کلیک میکنم تا بره پایین میبینید که یک میلیارد و چهارصد میلیون رو به من داد هنوز به ماکسیمومش نرسیده این چهارصد و داره آخرش این چهارصد داره یعنی آخری بعد این میفته خب بریم از فراوانی استفاده کنیم حالا اینکه آخری بعدش میفته دلیل داره مساویه با فرکانسی گفتیم از تابع فرکانسی میخوایم استفاده کنیم دیتا هری کدومه؟ آرای داده های من اینه میخوام داده ها رو تو این حساب کنم دیگه بین اری من کدومه گفتیم کلاس ها که اینجا حساب کردیم میشه از ام تا پایین حالا من اینو میام اینطوری انتخاب میکنم ام کنترل شیفت پایین رو بزنیم میاد تا ام 78 خب پرانتز رو میبینیم اینتر میکنیم میبینیم که اینجا همه رو انداخته توی این کلاس اگه بیام پایین چه جوری میشه درست نمیشه 5000 رو کلا 5000 خوده دیتا داره دوباره 5000 رو به دست آورده ام هم, هم تازه تغییر داده میتونین امتون رو دلار بزنین امتحان کنین بازم بیایم پایین اینطوری بزنید میبینید که همش برای 5000 رو میده یعنی از صفر تا این از صفر تا این یکی از صفر تا این یکی رو شمرده هر دفعه از صفر اومده شمرده بین من رو درست نفهمیده به خاطر اینکه این یک فرمول آرایه ایه فرمول آرایه‌ای یعنی چی یعنی فرمولی که به صورت لیست میگیره یک آرایه بذارید من بنویسم توی فضای برنامه یا فرمول یا حالا اکسل ما یه داده آرایه ای داریم داده آرایه ای, آرای ای یعنی در واقع یک لیسته حالت یک لیست داره ببینیم ما یک متغیری که یک قسمت از فضای حافظه هست مثل یه جای خالی اینطوری میمونه که حالا سلول رو اگه توجه کنیم مثل یه سلول میمونه خب من توی این هر چیزی میتونم بذارم یک عدد میتونم بذارم یک و نیم عدد اشار میتونم بذارم یک میلیارد و خوردهی میتونم بذارم تکس میتونم بذارم و غیره درسته من توی یک سلول نمیتونم اینطوری نشون بدم توی اکسل بسنم بگم یک دو سه چهار غیره نمیتونم اینطوری نشون میتونم حالت تکس بذارم و روشی هم تو داره اینطوری نشون بدیم بازم تو خود چیز اما نمیتونم در واقع به صورت اصولی اینو اینجا بنویسم اما توی فضای حافظه که اینجا باشه من یه قابلیت بیشتری دارم نسبت به سلول و اونم اینه که میتونم داخل یک حافظه به جای اینکه یک دو یا اینکه مثلا یک و نیم، یا که یک میلیارد یا آرمین تکس بذارم یک لیستی رو هم قرار بدم مثل چی مثل اینکه داخل این بیام اینطوری بنویسم که این خودش یه فضا اینو تقسیم کردم دوباره به یک فضای دیگه و توش لیست قرار دادم به این میگن یک آرایه که یک لیست آرایه‌ای بهش میگن خود جدول ما هم اکسل به صورت یک لیست آرایه داره در نظر کل جدول ها که یه لیسته حالا من میخوام به این بگم داداش اینم یه لیسته اینجا بین من لیست بوده و تعدادش به اندازه این باید بیاد پایین وقتی که جواب میخوام برگردم یک لیست به من برگردونه یک فهرست فهرس به من برگردونه واسه این کار باید بیام اول اون منطقه رو که میخوام لیست من باشه رو سلکت کنم میام تا 76 چون میخوام یه دونه بعد در واقع 76 به بالا رو حساب کنه میام تا 77 هفت. یه دونه بیشتر میگیر نه بخشی تا 76 میگم خودش یه دونه بیشتر به من برمیگرده الان فرمول من اینجا نوشته شده میرم تو فرمولم هنوز سلکشنم هست و داره نشون میده این سبزه رو کنترل شیفت اینتر رو بزنیم وقتی یه کنترل شیفت اینتر رو بزنیم میاد این رو در نظر میگیره اینا هم در نظر میگیره و اعمال میکنه اون وقت میفهمه که بازه های من کدومه میگه 5271 که از 0 تا 18 میلیون هستن 196 تا آیتم از 18 میلیون تا 37 میلیون هستن و همینطور اعداد رو فراوانیش رو حساب میکنه و اینجا واسه من قرار میده میبینین که تو خیلی از بازه ها اینجا یه دونه بعدش قرار نداد من اشتباه کردم باید 77 می گرفتم لیستم دوباره سلکت میکنم این یه تیکر رو میام پایین کنترل شیف پایین یه شیف پایینم می گیرم تا 77 هفت. دوباره کنترل شیف اینتر رو بزنیم خب الان نها کنین یه دونه رو هم حساب کرد یعنی از یک میلیارد و چهارصد و سیزده و غیره هرچی بیشتر بود اینجا میزنم خب که یه دونه آیتم بود که ماکسیموم نامبرمون هم بودش خب این فراوانی هستش که ما الان به آوردیم حالا فراوانی نسبی گفتیم چه مساوی این مقدار تقسیم بر شمارش کل اون 5670 تایی که داریم اینتر میشه فراوانی نسبی فقط این اعشارش رو روند کرده من نمیخوام روند بشه به درصد نشونم 93 درصد از های من کوچکتر از 18 میلیون دلار در واقع بودن خب اینو باید بیارم پایین فقط اینو باید فیکس کنیم ما F4 F4 کو اینجاست دابل کلیک میکنیم بره پایین خب میبینیم 93 درصد کمتر از 18 میلیون دلار بودن 3 درصد از من بین 18 میلیون تا 37 میلیون بودن و بقیه 1 درصد و صفرن در واقع این صفر 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 نیست چون اه اه چیز کرده اگه اعشارش رو زیاد کنیم به یه عددی بالاخره میرسیم میبینین اینا خودش دیگه صفر بوده به اندازه کافی بکنیم اینا مثلا این صفر صفر نبوده روندش کرد انقدر کمش بوده روند کرد خب این از این حالا فراوانی تجمعی چجوری میشه میشه این مقدار هر دفعه به اضافه قبلیش میشه این به اضافه قبلیش حالا اینو میدیم پایین کنار این هم میشه فراوانی تجمعی من که آخرش به یک میرسه خب الان در واقع جدول من آماده است کافیه که یه ذره تمیزش کنم و قشنگش کنم بینازنینم می میکنم خب حالا میخوام هیستوگرامم رو بکشم هیستوگرامم چجوری بکشم؟ گفتیم هیستوگرام در واقع یک نمودار ای هست که میزان فراوانی رو نشون میده پس من یک نمودار ای میخوام که سطر افقیش این باشه این قسمت بزرگتره هر بزرگتر این اینم میشه دیگه هفتاد بعد اینم میشه این خب نمودارم و چطوری میتونم بکشم بازم و اول باید سلک کنم این بازه رو میخوام که به صورت خط افقم رو نشون بده و میخوام میزان فراوانی یه شیفت راست رو بگیریم میزان فراوانی هم اندازه در واقع عمودی من هست اندازه مستطلم هست بعد میام توی اینزرت نمودار میلی رو میزنم و نمودار فراوانیم رو میکشم میبینیم که اینجا داره به من نشون میده که این قسمت میشه 5000 خورده ای این قسمت میشه حالا چند تا بود بو و خورده ای بود 196 تا و اینجا دیگه در واقع صفر هم. خب این روش واسه تهیه نمودار هیستوگرام فراوانی ما که میتونین اینجا بنویسین هیستوگرام یه روش دیگه هم وجود داره اون روش چیه اینه که من این بازه خودم رو از اول سلکت کنم این محاسبات دیگه نیازی ندارم انجام بدم بیام تو قسمت نمودارها نمودار آماری هیستوگرام هیستوگرام رو بزنم میرونیم که اینجا میاد چارت هیستوگرام رو من رو خیلی قشنگتر تهیه میکنه من اینجا نمیتونستم به صورت بازه نشون بدم بعد میومدم بازه رو دونه دونه وارد میکردم یا میساختم اما اینجا خودش دیگه میاد بازه رو واسه من تهیه میکنه یه کوچیک میکنم که بهتر بتونین چون چیز داره خب یعنی که بازار داره نشون میده و همون اعداد رو هم داره به دست میاره اگر بخوایم ببینیم این تعداد بین من چقدر هستش تعداد کلاسایی که تعیین کرده کافی روی این دابل کلیک کنید تا این قسمت بیاد بریم تو قسمت اکس آپشنز اکس آپشنز نمبر اف بینز رو زده 177 قسمت تقسیم کرده حالا از یه روش سرانگشتی دیگه حساب کرد من میخوام همون 77 تا بازم باشه اینو تبدیل میکنم به 76 و یه جا دیگر رو کافی سلک کنیم میبینید که بازه رو کم کرده و دیگه خیلی شبیه همون هیستوگرامی میشه که من در آوردم فقط یه مقدار به نظرم بهتر در میاره دیگه اون جدولمون رو لازم نیست در بیاریم خودش میاد میکشه خب این نمودار هیستوگرام بود که من میخواستم جدولش رو اینجا ببینین و ببینین که الان من از این هیستوگرام درکی نمیتونم داشته باشم چون همه میگه آقا بین بازه 15 تا 18 میلیون دلار من میخواستم این جاها رو ببینم چه جوری هست ولی چون اینقدر مقدار زیاده من هیچ درکی نمیتونم از اینا داشته باشم پس به همین دلیل من اومدم نقاط دور افتادم و در رو وردم و جدا کردم و در اون دامنه هم جدا کردم حالا کافیه واسه اینا بیام یه هیستوگرام فقط بندازم میام توی قسمت اینزرت نمودار هیستوگرامم رو میندازم و این میتونه کنار نمودار جعبه ای من قرار بگیره خب اینم کوچیک میکنم فقط این تا دو رقم اعشار خیلی دیتان کوچیک هست تا دو رقم هم میاد با من جدا میکنم میام رقمش رو برمیدارم تا یه رقم اعشار یعنی اصلا اعشار نداشته باشه که بهتر بتونم اینو ببینم خب این الان در واقع هیستوگرام من شدهش و اینجا یه ذره هم بزرگترش کنم خب داره به من نشون میده که هر کدوم از بازه ها به چه شکل هست یه ذره هم من میام اینجا یه لاین فرمت لاین سفید بسش میندازم که بتونم جدا کنم اینا رو خب این نمودار هیستوگرام واسه نق... در اون دامنه یه دونم واسه نقاط دور افتاده لازم دارم بکشم آها قبل اینکه من هیستوگرام این رو بکشم اگر توجه کنین بزنین یه زنین رو کوچیک کنم نمودار جعبه ایمون رو یادتون باشه دفعه قبل کشیده بودیم تو این نمودار جعبه ای ما توی این نمودار جعبه ایمون ما 600 میلیون و 400 میلیون رو در نظر بگیریم بزن 400 میلیون یه دونه نقطه اینجا بوده دو تا اینجا بوده چند تا دونه نقطه بود یعنی چند تا مورد خاص بودن که از 400 میلیون دلار بیشتر شدن و این رقم رقم بسیار بزرگه 400 میلیون دلار رقم بسیار بزرگی هستش و این فراوانی کمش هم نشون میده که اینا خیلی خاص بودن ببینید این داده داره به شما میگه واقعا آقا نرو به این سمسرمایه سرمایه گذاری کن یه چیزی بوده این وسط که این چند تا رو رفتن به این حجم زیادی وارد کردن ازش چشم پوشی کن خود داده داره داد میزن این قضیه رو داره میگه پس من خطش میزنم به خاطر همین قضیه توی اینجا من از یک تا 400 میلیون رو بذارین اول سورتش کنم یعنی چند 88 میلیونه بذارین بازم بگیرم اول دو رقم های اشارش رو بپرونم اینم سورتش کنم از بیشتر به کمتر که بتونم ببینم خب نا کنین این مقدار دقیقا چند تا دونه خاص به 600 400 اینا ها 10 تا 11 تا دونه هستش که توی این رنج قرار گرفتن اینا رو من اصولا دلیت نکنید. بزنین اصلا یه شیت دیگه بزنیم خیلی خاص اصلا بنویسیم من دوست ندارم دیتا رو دلیت کنم خب اینجا بنویسم خیلی خاص اینا رو بیاین کات کنیم بندازین اون و این یازده تا دونه رو بالا هم بگیرم ما اینا رو بررسی نمی کنیم چون ارزش تولید نداره ولی دورم ننداختم یه موقع شاید خواستیم بررسی کنیم یا مثلا وسط بررسی هامون نتیجه گرفتیم آقا اون یه دونر یا ارتباطی بین این تا بود یه ارتباطی با این یکی که اینجا به دست آوردم داره بعدم برگردم اینا رو نگاه کنم پس دور نمیریزم خب اینجا اومدیم به داده های بهتری رسیدیم تازه به نظر من تا خود این قسمت یعنی 100 میلیون دلار هم باید جدا کنیم ولی خب باشه که بررسی رو بیشتر یعنی بهتر انجام بررسی بعدی خب نمودار هیستوگرام این رو هم باستش میکشیم ببینید سورت کردن باست این هیستوگرام نیازی نیستش که چجوری سورت باشه چون خود این نموداره میاد بر اساس اون چیزی که میخواد تاییش میکنه خب این رو هم بزرگش میکنم که بتونیم ببینیم میرون چه هیستوگرام جالبی رو باست ما قرار داده حالت نمایی دارن جفت اینا از بزرگ به کوچیک از هر, چی هر چقدر بازمون به قیمت کمتر میره من تو اینجا نشون بدم این الان ماکسیمومه ما به سمت ماکسیموم اومدیم درسته 400 میلیون دلاره دیگه هر چقدر به سمت کمتر میریم فراوانی بیشتر میشه همون چیزی که در واقع دیده بودیم تو فراوانی کل فقط اینجا میتونیم بهتر ببینیم کجا چقدر فراوانی وجود داره خب توی اون یکی هم به همین شیبه هر چقدر به این سمت میرم فراوانی من بیشتر میشه ولی ولی تو این رنج تو این رنج یه حالت تقریبا یک دیدم شیب کمتری داریم به این سمت خب یعنی تو این سمت شیبه کمتری داریم و در واقع یک کالا که وارد میشه ممکن تو هر کدوم از اینا قرار بگیره خب این یعنی هیستوگرام ما شد تو جلسه بعدی میایم نمودار پارتو رو میکشیم با اینا نمودار پارتو با زوار من اول جدولش رو در میارم خودم دستی میکشم و بعد میایم از طریق پارتو امکان پارتوی که توی اکسل واسه ما وجود داره این رو ترسیم میکنیم ممنون توجهی که داشتین خدا نگهد